سلام خدمت شما دوست عزیز، تو این جلسه با توابع پرادکت، کوشنت، ریدینس، رند و رند بیتوین آشنا میشید. اولین تابع تابع پرادکته. این تابع حاصل ضرب عدد ورودی رو محاسبه میکنه. کافیه که اون محدوده خودتون رو انتخاب بکنید تا حاصل رو اینجا مشاهده بکنید. این کادر های نامبر 1-2 الی آخرم مربوطش به اعدادی که میخواییم ضرب کنیم و تو این کادر وارد میکنیم، ولی به جای این کار میتونید تو همون کادر اولی آدرس اون محدود از خونه همون رو وارد بکنیم به این صورت. تابع بعدی تابع کوشنت. این تابع قسمت صحیح حاصل تقسیم یک عدد بر عدد دیگر رو نمایش میده. کادر اولی عددی که میخوایم اون رو تقسیم کنیم و وارد میکنیم. کار دوم مربوط میشه به مقسوم علیه. برای مثال در بسته‌بندی یک جنس 107 کیلویی به بسته‌های کوچکتر 3 کیلویی چند بسته کامل میتوان ساخت؟ 107 رو وارد میکنم. یکی میبینید 35. تابع بعدی تابع رادیانس. این تابع درجه رو به رادیان تبدیل میکنه. به این صورت تو این کادرم زاویه بر مبنای درجه است که میخوایم به رادیان تبدیل بشه. به این صورت تابع بعدی تابع رنده. این تابع عددی رو به صورت رندوم بین 0 و 1 انتخاب میکنه. با هر بار محاسبه تو اکسل این عددم تغییر میکنه. دوست عزیز این صورت تابع بعدی تابع رند بیتوینه. این تابع عدد صحیح رو به صورت تصادف بین دو عدد مشخص میکنه و نمایش میده. این عدد با هر بار محاسبه به شیت تغییر میکنه. کادر اولی مربوط میشه به اینکه حد پایین محدوده عدد تصادفی رو مشخص میکنه که عدد صحیحه. کادر دوم حد بالای محدود عدد تصادفی رو مشخص میکنه که بازم عدد صحیحه. فقط یه نکته هستش، برای اینکه عدد رندوم حالا تغییر نکنه و ثابت باشه تو نوار فرمول، روی فرمول تابع یه بار کلیک کنید و کلید F9 رو فشار بدید تا عدد ثابت بشه.